رجل من الناس شخصي از ميون مردم اخذ هذا الجوال الجديد المطور موبايل و گوشی پیشرفته رو به دست گرفت ووضع هكذا وضع عليه الماء واخذ يشرب بهذا الجهاز الماء و روی اون آب ریخت و شروع به نوشیدن کرد. ماذا نقول عنه؟ کسی اگه این کار رو بکنه درباره او چه خواهیم گفت؟ نقول مجنون. خواهیم گفت دیوانه است. لماذا؟ چرا؟ لانه لا يعرف ان هذا الجهاز للاتصال لارسال الرسائل. زیرا کاربرد این گوشی رو نمیدونه که برای برقراری ارتباط هست نه برای نوشیدن آب. لو ترى هذا الانسان تاخذ منه الجهاز. و اگر کسی رو ببینیم که همچین کاری میکنه حتما گوشی رو ازش میگیریم یا جلوش رو میگیریم. نعم. نحن خلقنا لماذا؟ اینجاست که میپرسیم ما برای چه و با چه هدفی آفریده شدیم؟ خلقت لتعبد الله. همه ما خلق شده ایم تا الله رو عبادت بکنیم. ولو تشتغل بغیر العباده انت مجنون. لذا اگر کسی به کاری غیر از عبادت الله مشغول بشه در حقیقت مجنون و دیوانه است لانك تسخر هذا البدن في غير ما خلق له زیرا پیکر و جسد خودش رو به کاری مصروف کرده یا به چیزی مصروف کرده که به خاطر اون آفریده نشده كما هذا صنع بالجوال شرب الماء مجنون همچنان که اگر کسی دستگاه تلفن خودش رو در دست بگیره و باهاش آب بنوشه او مرتکب عمل جنون‌آمیزی شده الانسان اذا اشتغل بطاعه الله والله سعيد وارتاح لذا اگر انسان به عبادت الله مشغول بشه خوشبخت و راحت خواهد بود و اذا ترك العباده نصر عافه السلامه شقي و اگر عبادت الله رو ترک بکنه به شقاوت میفته ولهذا لا تجد احدا من الناس تضيق به الدنيا يدخل المساجد الا ويرتاح از این رو میبینیم که اگر کسی تنگناهای دنیا او رو گرفتار بکنه و وارد مسجد بشه و الله رو عبادت بکنه به راحت و آرامش دست پیدا میکنه ويأتيه الضيق عندما يعبد اصحاب القبور نصر عافه السلام اما اگر به سراغ صاحبان قبور بره و مانند قبر پرستان عمل بکنه در تنگنای بیشتری قرار میگیره ولهذا لابد ان نسخر هذا البدن فيما خلق له از این رو این جسد و بدنی رو که الله خلق کرده باید در اون جهتی تسخیر بکنیم و به کار بگیریم که الله متعال ما رو به خاطر اون آفریده لم تخلق لا للاكل ولا للشرب ولا للعب ما برای خوردن و آشامیدن و بازی و سرگرمی آفریده نشده ایم خلقت لعبادت الله سبحانه و تعالی و الله اعلم بلکه برای عبادت و بندگی الله متعال خلق شده ایم.